عضو پارلمانه و از شخصیت‌های برجسته جمهوری اسلامی. اینا وقتی خودشون اینا رو میدونن، خب توی ابله‌ای که پاسداری، بسیجی هستی، هوادار فلان حزب هستی، حالا بعضیتون که حقوق میگیرید، خب اونایی که حقوق نمیگیرید مفت شدید عمله اینها، به یک قدم هم بر آزادی ایران برنمی‌داره. ببین خودش میگه. نبویانو گوش کن. روحانی شخصا در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای خودش صریحا میگه آمریکا بنز، کشورهای غیر متحد و روسیه دوچرخن، اگر ما تدبیر داریم باید به سراغ بنز بریم. کتابی که مشاور اولیه آقای روحانی نوشته، آقای روحانی چقدر تمجید کرده، میگه ایران اگر بخواد پیشرفت کنه باید جهانی شدن را بپذیرد. جهانی شدن قوانینی دارد، قوانین جهان را کشورهای قدرتمند جهان باید تنظیم کنند. بعد میگه مراد از کشورهای قدرتمند آمریکاست نه بنگلادش. با آنچه که آمریکا میگوید بیشتر بسازید، کشور شما پیشرفت میکنه. میگه اگه در مقابل اسرائیل وایسید پسرفت خواهید. این یکی از پایوران اصلی نظام. هفته پیش جواد ظریف گفت که خودش عامل استعماره، امروز میگه که مثلا این خط. حالا تو این ایران افرادی که شما میبینین قدرت در ایران دستشونه، بخششون روس و انگلیس هم، بخش چین هستن، بخش امریکا، بخش اروپایی، نه همه سرسپردن و اینا هم هیچ کدومشون دلشون برای ایران نسوخته. ابله نباشیم که بپنداریم یکی دلش سوخت به حال ایران.